در سال جاری برای بهبود کیفیت معارف 36 میلیون افغانی، برای تطبیق برنامه میثاق شهروندی در سه ولسوالی 1 میلیارد افغانی، برای رسیدگی به امور حوادث طبعی 20 میلیون افغانی تخصیص داده شده است تا در پروژه های انکشافی در نظر گرفته شود. ایجاد واحد اداری مرقاب را از جمله اولویت های کاری عنوان کردن که تحت دوران قرار خواهد گرفت. سپس دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ضمن اعتراف دعا بر روح شهدای مردم افغانستان خطاب به ملت غور نموده گفت: ما امنیت را در جلسه امنیتی مورد بحث قرار دادیم، رای حل ها سنجیده شده، سعی به عمل می آوریم تا نیروهای امنیتی تجهیز شوند و پلیس محلی تقویت گردد. در بازگشایی معاصره اقتصادی دو ولسوالی در غور توجه صورت می گیرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت: آنچه را ما به مردم غور وعده دادیم الحق که نتوانستیم انجام دهیم. در مورد سرک غور کارهای صورت گرفته، از طرف شرق و غرب کار جریان دارد اما کفایت کننده نیست. با وزارت فواید عامه، کمیته ملی تدارکات در تصمیم گیری های سطح حکومت مجددا شریک ساخته تا سرعت عمل به میان آید. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در پاسخ به سوال یک تن از اشتراک کنندگان در مورد کنکاری عملیات بالای حراس افغانان در ولسوالی تیوره گفت: کشور عزیز ما در شرایط فعلی نابسامانی های زیادی دارد. در چند نقطه همزمان عملیات های هوایی جریان داشت، با آن هم توانستیم مدیریت درست با مسئولین محلی داشته باشیم. رئیس اجرایی افغانستان به مردم غور اطمینان داد که در بودجه نیمه سال و در سال 1397 پروژه برق سولری را در نظر می گیریم و 5 میگا برق سولری دیگر را در برنامه می گنجانیم. در اخیر رئیس اجرایه از کماندانان جهاد و مقاومت، بزرگان قوم، مسئولین محلی به خصوص والی غور اظهار خرسندی نموده که در تامین امنیت و وضعیت عمومی غور مدیریت خوبی کردند. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به منظور دلجویی و ابراز تسلیت و همدردی به بازماندگان شهدای سقوط ولسوالی تیوره و قدردانی از شهامت و دلیری خیزش‌های مردمی در حاشیه دیدار به ولسوالی تیوره رفت و هیئت همراهشان در ادارات مربوطه نشست‌های کاری را انجام دادند، روی مشکلات، پیشنهادات، کمبودی‌ها بس و مذاکره نموده به منظور بهبود حکومتداری خوب تصامیم لازم اتخاذ نمودند.